امروبن حجاج که بر میمنه عمر سعد بود بر حسین بتاخ در کنار فراد چون نزدیک اصحاب حسین رسید گفت ای اهل کوفه از فرمان امیر بیرون نروید و از جماعت جدا نگردید و در کشتن آن که از دین بیرون رفت و به خلاف سلطان برخاست شک به خود راه مدهید حسین گفت ای امر بن حجاج مردم را به قتال من تحریس میکنی ما از دین بیرون رفته ایم و شما ثابت مانده اید به خدا قسم وقتی که جان شما گرفته شد و با این اعمال درگذشتید خواهید دانست کدام یک ما از دین بیرون رفته و به سوختن در آتش سزاوارتر است و ساعتی نبرد کردند مسلم ابن اوسجه کارزاری سخت کرد و این رجز میخواد اگر میپرسید که کیستم من شیر بیشم از شاخه قومی از مهتران بنی اسد آن کس که به ما ستم کند از راه راست روی تافته و به دین خدای کافر است پس سخت در نبرد بکوشید و بر بلا شکی با این امود تا بر زمین افتاد و امر ابن حجاج بازگشت وقتی گرد و قبار فرون شست ناگهان مسلم را بر خاک افتاده دیدم حسین سوی او آمد هنوز رمقی داشت گفت ای مسلم خدای بر تو ببخشاید فمنهم من قضا نهبه و, و منهم من ینتظر و مبدلو تبدیل بعضی از مؤمنان جان باختند بر سر عهدی که با خدا بسته بودند و بعضی چشم به راه آن جان باختند و عهدشان بی هیچ تغییری همان است حبیب نزدیک که او شد و گفت افتادن تو مرا سخت دشوار آید مسلم دلت به بهشت خوش با مسلم آهسته گفت خدا دل تو را خوش کند به نیکی حبیب گفت اگر نان بود که من در پی تو بودمی و پس از ساعتی به تو پیوستمی دوست داشتم که مهم خیش را با من گویی و وسیعت کنی تا به یارم و پاس حرمت همدینی و خیشی که سزای توست نگاه دارم مسلم اشارت به حسین کرد و گفت رحمک الله تو را به این مرد وسیعت میکن یاری وی کن تا پیش رو حبیب گفت به پروردگار کعبه که جونید مسلم کنیزی داشت بانگ زد دریغ پسر اوسجه را دریق آقای مرا ابو سمامه ساعدی حسین را گفت یا ابا عبدالله جانم فدای تو باد این مردم را بینم با تو نزدیک شدند و تو کشته نشوی تا من پیش تو کشته شوم دوست دارم که این نماز پیشین که وقت آن نزدیک است گزارده به لقای پروردگار رسم حسین سر برداشت گفت نماز را به یاد آوردی خدای تو را از نماز گزاران و زاکران محسوب گرداند آری اینک اول وقت نماز است آنگاه گفت از این مردم بخواهی دست از ما بدارند تا نماز گذاریم حسین ابن تمیم گفت نماز شما مقبول نیست حبیب گفت گمان بری که نماز آل رسول الله مقبول نیست و نماز تو مقبول است حسین بر آنها تاخت و حبیب به مقابلت او بیرون شد و روی اسب او را به شمشیر بزد و بخست و حسین را بر زمین انداخت اصحاب او آمدند و او را رها کردند و حبیب این ابیات گفتن گرفت ای که بدگوهرترین و بینیروترین مردمی اگر ما به شماره شما بودیم یا نیمه شما بودیم شما پشت می کردید و می گریخدید. و هم در آن روز این رجز می خاند. من خبیبم و مظاهر پدرم سواری دلاورم چون جنگ شعله بکشد گرچه شما به شماره از ما بیشید و گرچه غرق ساز و سلاحید ما به پیمانی که بستیم پایدار تریم و از شما شکیبا تریم دلیل های روشن داریم برای جنگ با شما و تقوایی داریم که شما ندارید و شما در پیشگاه خدا عذری ندارید و نبردی سخت کرد و شست و دو مرد را حلاک مردی از بنی تمیم بر پیکر او نیزه فرو برد. حبیب بر زمین خواست برخی زد. حسین ابن تمیم بر سر او باز شمشیری بزد. و آن مرد تمیمی فرود آمد و سر او جدا کرد حسین را سخت دشوار آمد دلش بشکست گفت از خدایی چشم دارم بر خود و یاران خود که مرا حمایت کرد و گفت یا حبیب خدا برکتت داد چه مردی بود. حسین ابن تمیم گفت من در کشتن حبیب با تو شریک بودم مرد تمیمی گفت و الله غیر من کسی او را نکشت حسین گفت آن سر را به من ده برگردن اسب خود بیاویزم تا مردم ببینند و بدانند در کشتن او شریک بودم پس از آن بگیر و نزد و بید الله بر که حاجتی به آن انعام که تو را دهد ندارم او نپذیرفت پس از مشاجرات خیشان در میان افتادند و بر همین اصلاح کردند سر حبیب را به دو داد و بر گردن اسب بیاویخت و در لشکر بگردید و باز به اولی داد چون به کوفه آمدند سر را برگردن اسب ویخت و روی به قصر ابن زیاد آورد قاسم ابن حبیب او را بدید با آن وقت کودکی مراهق بود با ان سوار بیامد چون سوار داخل قصر می او هم داخل می شود. و چون بیرون می آمد او هم بیرون می آمد مرد به دو بدگمان شد و گفت ای پسرک چرا در پی من افتادی؟ گفت هیچ گفت البته بی موجبی نیست با من بگوی گفت این سرک با توست سر پدر من است میدهی تا به خاک سپارم گفت ای پسرک امیر رازی نمی شود و من می خواهم به کشتن آن مرا پاداش نیکو دهد آن پسر گفت خدا تو را پاداش ندهد مگر بدترین عذاب به خدا آن را که کشتی به هست بود و بگری آن پسر صبر کرد تا بالغ شد و هم نداشت غیر آن که در پی قاتل پدرش رود تا قفلتی از او بیند و به قصاص پدرش بکشد چون زمان مصعب ابن زبیر شد و مصعب به قضای با جمعی را رفت قاسم ابن حبیب در سپاه رفت قاتل پدر را در چادری دید پاس او می تا کی قافل باشد بیم روزی او را خفته یافت به چادر او رفت و با تیغ بزدش تا در جای سر